سلام. سلام، مخلصم. حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال شما خوبه. اینقدر تو حرف من نپر. یکی از شما عزیزان اومده بود گفته بود که چقدر تو حرف همدیگه میپرید. آره، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. با یه ویدیو دیگه اومدیم پیشتون. موضوع ویدیوی امروز در رابطه با همین قانونی هستش که اخیراً اعلام شده، همون قانون اقامت روی ملک حداقل 200,000 دلار. اینجا میذارم لینکشو بریم ببینیم. بله، اینجا زنگ زده داره مهاجرت. این قانون رو من شنیدم و برای اینکه از صحتش مطمئن بشم تماس گرفتم با اداره مهاجرت و اینجا هستش، میتونین اونجا ویدیو کاملش رو ببینید. البته هنوز توی سایت اداره مهاجرت اعلام رسمی نشده، ولی خب خبرگزاری‌های ترک هم بیشترشون این خبر رو پوشش دادن و گفتن و احتمال اینکه نقض بشه دیگه تقریبا صفره. حالا قراره توی این ویدیو در مورد این صحبت کنیم که اصلا این 200,000 دلار میارزه یا نه، و اینکه واقعا آیا باید یه خونه 200,000 دلاری بخریم. با حالت قبلی که 75,000 دلار بود چقدر تغییر کرده شرایط، و اینکه اصلا ترکیه میارزه الان با این شرایط اقامت گرفتن یا نه. بله. خب اولیش در مورد همون قضیه 200,000 دلار شما توضیح بده که چی شد که از 75,000 دلار یهو رسید به 200,000 دلار. فکر کنم که قضیه بعد از جنگ اسرائیل و فلسطین اتفاق افتاده و قاعدتا هر چی که منطقه خاورمیانه و اطراف ترکیه ناامن‌تر بشه مهاجرهای زیادتری میان طرف ترکیه، واسه همینم غربالهایی که ترکیه میذاره واسه ورود مهاجر قاعدتا سختگیرانه تر میشه دیگه، که کشورش پر مهاجر نشه. خب این عادیه و همین اتفاق هم افتاد چند روز بعد از اینکه جنگ روسیه و اوکراین اتفاق افتاد. اون قانون قبلی 75,000 دلار اعلام شد و شهروندی شد 400,000 دلار، از 250,000 دلار شد 400,000 دلار. الان هم بعد از جنگ اسرائیل و فلسطین قوانین اقامتی رو یه مقدار سختگیرانه تر کرد. آره دیگه، هی اون حفره های غربال اون علکه رو تنگ تر میکنه که یه جورایی از آب گلالود ماهی میگیره دیگه. میگه حالا که داری میای تو کشور من میخوای مهاجرت کنی بیای، من شرایط همین نمیخوای، پول زیاد بیار. آره، اونایی که پول زیاد دارن بیان فقط دیگه، حالا دیگه هر کسی نیاد، فقط پول زیادا بیان، اونایی که بالای 200,000 دلار پول دارن باشن. یه مورد دیگه هم که هست اینه که قبل از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه خیلی به اردوغان رئیس جمهور فعلی ترکیه انتقاد شده بود که داره خیلی مهاجر میگیره و خیلی ارزون داره کشورش رو دست مهاجرا میده، خاکش رو میفروشه و این دوست. خیلی میگفت، خیلی بهش انتقاد شده بود. یکی از دلایلی هم که داره این قوانین رو سختگیرانه تر میکنه همینه که فکر میکنم هم که توی 3-4 ماه آینده اون مبلغ شهروندی که الان 400,000 دلار رو حداقل دو برابر بکنه، یعنی 800,000 یا حتی 1,000,000 لیری که 3-4 سال پیش بود، 5-6 سال پیش بوده و برگردونه، ولی فعلا نکرده، ولی احتمالش که ببره بالا هست. چون ترکا بابت این مسئله خیلی ناراحتن، یعنی از دوستا و نزدیکای ما گرفته میگن که خاک کشورمونو داره میفروشه، داره خیلی هم ارزون و مفت میفروشه. 4,000 دلار آخه چیه که مثلا یه نفر بتونه شهروندی کشور ما رو به خاطر، حالا 4,000 دلار، 400,000 دلار ببخشید. حالا اصلا با این خوب و بدش کار ندارم و الان حالا یه سری ها میگن وای حالا مثلا توفه است مگه کشورتون، حالا مثلا با خوب و بدش کار ندارم. چیزی که اینا فکر میکنن، یعنی از تمام سطح فکر و سطح تحصیلات و سنین مختلف من این رو شنیدم، و اگه در جریان انتخابات ریاست جمهوری هم بوده باشین با یه اختلاف مثلا 2,000,000 اردوغان برنده این انتخابات شد، واسه همین فکر میکنم که احساس خطرم کرده. حالا علاوه بر این که شرط منطقه ناامن شده، داره اون سیاست هاشو یه مقداری اصلا مشهوده بعد از انتخابات که خیلی تغییر داده و داره نظر بیشتر ترکا رو جلب میکنه، سعیشو داره میکنه. ولی سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا راه در رویم داره قضیه؟ قبلن
که قانون 75,000 دلار بود باید شما اکسپرتیز میگرفتید. اکسپرتیز هم اینجوری بود که اکسپرتیز اونایی که نمیدونن همون چی؟ کارشناس دادگستری میاد کارشناسی میکنه ملک. خونه رو نگاه میکنه روش قیمت میذاره. اون همیشه پایین تر از قیمت واقعی ملکه. یعنی شما اگه قرار بود اکسپرتیزتون 75,000 دلار باشه باید یه چیزی حدود مثلا 100,000 دلار پول خونه میدادین که اون اکسپرتیزه بالای 75,000 دلار براتون بزنه که بتونین خونه رو روش اقامت بگیرین. حالا الان سند رو کرده 200,000 دلار. یعنی دیگه اکسپرتیز اصلا واسهش مهم نیست. آره توی اون ویدیو همون که لینکش رو اینجا گذاشتیم اون مسئول اداره مهاجرت تاکید میکنه که معیار قیمتی هستش که روی سند میخوره. روی این چند بارم تاکید میکنه. بعد منم حتی پرسیدم که اکسپرتیز، گفت نه دیگه اکسپرتیز مد نظر نیست و قیمت رو سند. خب اینجا یه راه در رو پیش میاد. راه در روش هم اینه که خب قاعدتا میتونین شما یه قیمتی توی سند بزنین، ممکنه خونه رو مثلا همون 100,000 دلار خریده باشین، توی سند بزنین 200,000 دلار به صورت توافق، توافقی با فروشنده توافق کنین، توی سند بزنین 200,000 دلار و روش اقامت بگیرین. ولی این عوارض خودش رو داره. ولی عوارض جانبی داره. یه قانونی هست توی ترکیه، یه دونه سما در موردش ویدیو هم داره اینجا میذاریم. اینجا تو درست اشاره نمی کن که مالیات بر درآمده. یعنی کسی که یه خونه ای رو میخره اگر بیشتر از اون چیزی که خریده بفروشه درآمد اطلاق میشه بهش و به اون درآمد مالیات میخوره. حالا اینجوریه که تورم هر سال از میزان سودتون کم میکنن و به ما بقیش تورم میزنن. یعنی مثلا مالیات میزنن. مالیات میزنن. یعنی شما نمیتونین مثلا یه خونه رو همینجوری بزنین 200,000 دلار. باید یه مالیات اضافه ای هم اون فروشنده بده به دولت. این به خاطر بستن دست دلالاست. آره. و اینجا یه اتفاقی میفته، این که قاعدتا اون فروشنده اگه شما ازش بخواین که 200,000 دلار رو توی سند براتون بزنه میگه خب من باید مالیات بدم، پس اون مالیات هم به من بده. یا مثلا مالیات شو تو باید بدی. آره دیگه مالیات از شما میگیره دیگه. اون که نمیگه من نه، من مثلا فوقش همونی که تو کاپو قراره به من بدی قیمت واقعی ملک رو تو سند میزنم، که حالا خیلی از ترک همونم نمیزنن، مثلا نصف میزنن که اون مالیت کمتر بدن یا حتی ندن. آره دیگه به خاطر اینکه ترک ها این قانون سقف ببخشید کف خرید ملک رو ندارن خیلی کارشون راحت تره. یعنی میان حتی مثلا تو سند کمتر از پرداختیشون میزنن که مالیات یا ندن یا خیلی کم بدن. ولی خب حالا ما باید برعکسش رو انجام بدیم، ما پول کمتر بدیم و تو سند بیشتر بزنیم. توی اداره تاپو هم که برین احتمالا میبینین که خیلی هاشون با کیف پول نقد میان توی تاپو. یعنی یه بخشی از اون پول رو که قراره تو سند نشون بدن و کارت به کارت، یعنی حساب به حساب میکنن، بقیه رو نقد همون موقعی که سند زده شد میان تحویل فروشنده میده خریدار که توی سند کمتر بزنن و مالیاتش هم کمتر بخوره، هزینه سندتون هم کمتر بشه. ولی خب اینجوری هم بعد شما مالیات اضافه تر بدین هم سند اضافه تر، هزینه سند اضافه. حالا مورد بعدی که پیش میاد اینه که قبلا با 75,000 دلار حالا یه جورایی کنار اومدیم، ولی آیا اقامت گرفتن روی ملک با 200,000 دلار اقامت ترکیه هنوز ارزشش رو داره یا نه؟ اگه از من بپرسین میگم اگر هنوز راه دیگه ای دارید، اگر بیشتر هزینه بیشتر میتونید انجام بدین و اقامت کشورهای دیگه رو بگیرید، اگر راه از راه‌های دیگه، حالا راه تحصیلی یا حالا راه‌های دیگه میتونید هنوز اقامت کشورهای دیگه رو بگیرید، ترجیحاً اقامت کشورهای دیگر بگیرید. البته فقط گرفتن اقامت مهم نیست، اون که بتونین اونجا هم زندگی بکنین هم مهم. دقیقا من با اینو در نظر گرفتم. ممکنه که شما مثلا 200,000 دلار برین یه کشور اروپایی اقامت بگیرین، ولی وقتی هزینه زندگیتون رو اونجا ندارین. آره من اصلا دلیلم برای گفتن این نه برای ترکیه همین بود. یعنی شما میاین حالا هرچی که دارید جمع میکنین،
هر همه چی، یعنی دیگه همه خونه و ماشین و همه چیتون رو میفروشین و جمع میکنید و 200,000 دلار رو جور میکنید و میایید اقامت ترکیه رو میگیرید به سلامتی. باید فکر بعدش هم کرد. ببینین ترکیه داره خیلی همه قوانینش رو سخت میکنه. برای دادن اجازه کار عملاً جون آدم رو میاره بالا. برای منی که 5 ساله اجازه کار دارم دیگه بابا قدیمی ها رو بیا راحت تمدید کن، حداقل داری جدیدا رو اذیت میکنی، قدیمی ها رو راحت تمدید کن. داره منو بعد از 5 سال 6 ماه به 6 ماه اجازه کارم رو تمدید میکنه، داره خیلی اذیت میکنه با قوانینش. دلیل این که گفتم نه اینه که ما بعد از دادن اون 200,000 دلار و بعد از گرفتن اقامت ترکیه نیاز به یک آرامش نسبی داریم. حقیقتش اینه که با قوانینش، با قوانین مختلفش خیلی داره مهاجرین رو آزار میده. اگر هنوز راه دیگه ای دارید به جز ترکیه، اگه ترکیه میشه گفت آخرین چارتون نیست، من میگم به جاهای دیگه فکر بکنید. من اگه خودم قرار بود که برگردم به 5 سال پیش که میخواستیم بیایم اقامت ترکیه رو بگیریم، یعنی اون موقع که اقامت نمون فقط مهاجرت کردیم و یه خونه اجاره کردیم، اقامت توریستی، آره ما زمان ما این قانون نبود و با اجاره کردن خونه میتونستیم اقامت توریستی 1 ساله بگیریم، ما اون مدلی اومدیم. ولی اگه الان برگردم با اون موقع و به هم بگن که باید 200,000 دلار بدی یه خونه بخری و بتونی اقامت بگیری، با تمام دانشی که الان دارم خب برام خیلی سخت. اولین مرحله اینه که اصلا اون 200,000 دلار رو نداشتم که بدم. این یک. الان ترکیه در واقع شده مهاجرت سرمایه گذاری، یعنی اون کسی که سرمایه زیادی داره، چون کشورهای دیگه قاعدتا مالیات زیادی میبندن و اون پولی که داره میاد توی کشورشون رو میپرسن که از کجا اومده، چی جوری اومده اینا، ولی ترکیه اصلا کاری نداره. شما میتونین هر پولی رو بردارین بیارین توی اینجا سرمایه گذاری بکنین با هر مبلغی رو. برای کسایی که سرمایه زیادی دارن خیلی کشور مناسبیه، ولی برای کسی که میخواد فقط تمام زندگیشو جمع کنه و مهاجرت بکنه نه. و همونطور که گفتم در مرحله اول اصلا اون 200,000 دلار رو نداشتیم که بخوایم اقامت بخوایم روی ملک بگیریم. این مسئله اول. مسئله دومی که با دانشی که الان داریم، دانشی که یه ذره اسپانی شدی، اسپانی شد، لحجه اسپانی بسیار لحجه شیرینی است و من دوست داشتم که تمرین کنم یه لحظه. آره خلاصه با دانشی که ما الان داریم و میدونیم که چقدر داره اذیت میکنه، نه انتخاب نمی کردیم ترکیه رو. نمی تونستیم که انتخاب بکنیم، بذار اینطوری بگم، نمی تونستیم که اصلا اقامت ترکیه رو با این شرایط بگیریم. عزیزانم مرسی که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین. اگه هنوز ما رو سابسکرایب نکردین این کار like. انجام بدین، این ویدیو رو لایک بکنین، برامون یه کامنت بذارین، نظراتتون رو خیلی دوست داریم بشنویم و اینکه بالاخره هر سری فکری داره میگن. خیلی خوشحال میشیم که نظراتتون بدونیم و دیدن اسمای قشنگتون توی کامنت ها به ما دلگرمی میده. فعلا خدافظ. خدا نگهدار. امروز عدسه در نیاوردم. خدافظ.